با نام خدا و با عرض سلام، بر ساعت خبر است 1 خوش آمدید. سیلاب های چهارشنبه شب در ولسوالی سنگین ولایت هلمند زیان های مالی فراوانی بر جا گذاشته است. مسئولان این ولسوالی می گویند که در 3 حوزه این ولسوالی 85 خانه، 5 مسجد و چند پسته امنیتی پلیس از بین رفته است. حبیب الله شملانی ولسوال سنگین خواهان کمک عاجل به آسیب دیدگان سیلاب شده است. رئیس جمهور کرزی در دیدار با برون سیدا وارسی وزیر دولت بریتانیا برای آسیا با تاکید بر برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه بار دیگر گفته است که تلاش می کند از مداخله داخلی و خارجی در امور انتخابات پیشرو جلوگیری کند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری کشور آمده است که بانو برونز در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که نخست بریتانیا تعهد کرده است به هدف تامین صلح و امنیت در افغانستان به میزبانیش برای برگزاری نشست های سه جانبه ادامه می دهد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی امروز بر روند رسیدگی به اعتراض ها و شکایت های نامزدان شوراهای ولایتی پایان می دهد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد در صورتی که اسناد آموزشی نامزدان شوراهای ولایتی جعلی باشد، از فهرست نهایی نامزدان حذف خواهند شد. این کمیسیون همچنان از آمدن تغییر در فهرست نهایی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز خبر می دهد. شرکت برشنا از قطع برق شماری از نهادهای دولتی هشدار می دهد که از چند سال به این سو از اینه برق خود را نپرداختند. مثلاً شرکت برشنا با آنکه از این اداره ها نام نمی برند، اما می گویند که این بدهکاری به سالهای 1389 تا 1391 هجری خورشیدی برمی گردد. استفاده از برق به گونه غیر قانونی از سوی برخی مقام های دولتی، اعضای مجلس نمایندگان و شخصیت های سیاسی دست کم دو ماه پیش پای مسئولان شرکت برشنا، برخی رسانه ها و ماموران امنیتی را با پشت دروازه های آنها کشانید و برق شماره از این افراد قطع شد. اکنون شرکت برشنا می گوید که با جلوگیری از مصرف برق غیر قانونی در شهر کابل، درآمد این شرکت نسبت به پارسال 23% بلند رفته است و ضایعات برق نیز 26% کاهش یافته است. عوایدی که ما جمع آوری کردیم خوشبختانه ما 23% به تناسب پارسال در عواید ما افزود آمده، یعنی در مجموع تقریبا ما نزدیک به 7 میلیارد افغانی تا بال جمع‌آوری کردیم و توقع داریم که تا آخر سال 13 میلیارد جمع‌آوری کنیم. شرکت برشنا در گذشته اعلام کرده بود که سالانه به ارزش چندین میلیون دلار آمریکایی برق به گونه غیر قانونی توسط مقام‌های دولتی، فرماندهان پیشین جهادی و افراد زورمند مصرف می‌شود و شماری از اداره‌های دولتی نیز هزینه خود را نپرداختند. مشکلی که به نظر می رسد هنوز حل نشده باقی مانده است. شرکت برشنا یک بار دیگر هشدار می دهد در صورت که این افراد و نهادها حسابات خود را تصفیه نکنند، برق آنها قطع خواهد شد. ادارات هستند هنوز هم که امسال هم کندکاری کردند و پول برق تادیه نکردند، که ما بعد از این پرس کنفرانس شما شاید خواهد بودین که اونمو ادارات ما قطع می کنیم، لاینشان را قطع می کنیم. برشنا تنها شرکت فراهم کننده برق در افغانستان است که دست کم 1 میلیون مشتری دارد، در حالی که مسئولان این شرکت از توسعه شبکه های برق و پیوستن 150 هزار خانواده در هر سال به این شرکت خبر می دهند، اما هنوز هم شمار زیادی از مردم در افغانستان به برق دسترسی ندارند. و خبر اخیر این که عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان باری دیگر هشدار داده است که اگر امریکا حمله های هواپیماهای بدون سرنشین را بر خاک پاکستان متوقف نکند، رای تدارکاتی ناتو را میبندد. وی تاکید کرده است اگر امریکا تا 2 هفته دیگر این حمله ها را متوقف نکند، با راه اندازی راهپیمایی عمومی در ایالت خیبر پختونخوا رای تدارکاتی ناتو را خواهد بست. عمران خان می افزاید که امریکا با کشتن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستان، تلاش‌های صلح و روند گفتگو با طالبان پاکستان را لطمه زده است. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. بقیه دوستان خوش، خدا نگهدار.